گزارشی از گلزار خاوران. جمعه 25 اسفند با گل و سبزه به خاوران رفتیم، ولی باز هم نگذاشتن آنجا را گل باران کنیم. چیزی که توجه ما را ابتدا به خود جلب کرد اینکه تعداد زیادی از خانواده ها در رفت و آمد بودند و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نیز حضور کمرنگی داشتند. یکی از خانواده ها که زودتر آمده بود می گفت ابتدا ماموری نبود، ولی وقتی دیدند زیاد شدیم زنگ زدند و آمدند. جلوی در کارگر گورستان بهایی ها جلوی ما را گرفت و گفت نروید، نمی گذارند. ما اهمیتی ندادیم و گلهایمان را بغل کردیم و به داخل رفتیم. از گورستان سرسبز بهایی ها که به تازگی با گلدانهایی بسیار زیبا و پرگل تزئین شده بود رد شدیم و به گورستان خشک و بیگل و سبزه عزیزان خودمان رسیدیم. وقتی خواستیم وارد قطعه بچه ها شویم، چند مأمور نیروی انتظامی جلوی ما را گرفتند و یک جوان با لباس شخصی نیز از لابلای درختان بیرون آمد و شروع به عکس و فیلم برداری کرد. هرچه اصرار کردیم باز هم نگذاشتند و به سمت درب جلویی از داخل راه افتادیم و بخشی از گلها را به داخل قطعه پرت کردیم، ولی ماموران آمدند و جلوی ما را گرفتند و پسر بچه‌ای که احتمالاً فرزند کارگر بخش بهایی ها بود را مجبور کردند که گلها را بردارد. آن پسر می گفت بر نمی دارم و مامور او را تهدید کرد و پسر بچه هم گلها را با ناراحتی جمع کرد. بالاخره ما را برگرداندند و تعدادی از گلها را در کنار جاده داخل خاوران ریختیم و تعدادی را هم در بخش بهایی ها در میان بوته ها گذاشتیم و آنجا را به یاد بچه ها گلباران کردیم. چند تا از مادران هم گلهایی را میان کاج های قسمت بهایی ها گذاشتند. بیرون که می آمدیم به آن جوان فیلم بردار گفتم خیالت راحت شد؟ چقدر از ما عکس و فیلم می گیرید؟ او گفت از شما عکس نگرفتم، شما مگر خانوم بهکیش نیستی؟ شما را که همه می شناسن. گفتم از خودتان خجالت بکشید، چقدر ما خانواده ها را اذیت می کنید. جلوی در یکی از لباس شخصی ها ایستاده بود و چیزهایی را یادداشت می کرد، شاید شماره ماشین ها را. فیلم بردار هم با موبایلش صحبت می کرد و همان زمان یک ماشین نیروی انتظامی جلوی در آمد، ولی بعد رفتن و کسی را نیز با خود نبردن. فکر می کنند با این کارها می توانند ما خانواده ها را بترسانند و از رفتن باز بدارند. در بازگشت نزدیک نرده ها ایستادیم و باقی مانده گل ها را به داخل خاوران پرتاب کردیم. یادشان گرامی باد. گزارش از منصوره بهکیش.